د افغان نیوز تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هلی. له دوه کلونو راهیسې افغان حکومت د کابینې ځینې وزیران سرپرستان دي، خو حال دا چې د ولسي جرګې لخوا د سرپرستۍ د تصویب شوي قانون پر بنسټ سرپرست وزیران له یوې میاشتې زیات نشي کولای خپله دنده پر مخ یوسي. په همدې لړ کې ولسمشر حامد کرزي پریکړه وکړه او ولسي جرګې ته محمد اسماعیل د اوبو او برېښنا د وزیر په توګه، انجینیر امیرزای سنګین د مخابراتو وزیر په توګه، ډاکټر سریا دلیل د عامې روغتیا د وزیر په توګه، ډاکټر حسن بانو غزنفر د ښځو چارو وزیر په توګه، عبیدالله عبید د لوړو زده کړو د وزیر په توګه، وایس احمد برمک د کلیو د پراختیا وزیر، داوود علي نجفي د ترانسپورټ او هوایي چلند وزیر په توګه، حسن عبداللهی د ښار جوړونې وزیر په توګه، انجینیر نجیب الله اوجن د فواید عامې وزیر په توګه ور وپېژندل. خو دا چې دا ځل به دغه وزیران وکولای شي د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي او که نه، د هغه موضوع ده چې غواړو په دې خپرونه کې پرې بحث وکړو. موږ سره په خپرونه کې میلمانه دي مسعوده کروخي د ولسي جرګې غړې، همداراز بسم الله شیر د سیاسي چار کارپوه. خپرونه ته ښه راغلاست ښاغلي کروخي. په ولسي جرګه کې اعتماد رایه ورکول یا نه ورکول د کومو معیارونو پر بنسټ ترسره کیږي؟ به نام خدا با عرض سلام و احترامات خدمت بینندگان از محترم، از اونجایی که شرایط افغانستان برای همگان معلومه، ما میتونیم سه گونه صحبت کنیم در این مورد. یکی به گونه شعاری که توأم با احساسات و دور از واقعیت‌های، یکی آرمانی صحبت کردنه و یکی دیگه واقع بینانه صحبت کردنه. که من خواهم ما از امو نوعی سوم از اینکه واقعیت‌هایی که در داخل افغانستان گرچه تلخ هم است اما باید پذیرار باشیم. مشکلاتی که در داخل افغانستان متاسفانه هنوز مردم ما به مرحله از ملت شدن نرسیدن که ملتی که دولت میسازه، و دولت چیزی نیست که معلق در هوا فرشته ملائک برای ما بسازه، از متن جامعه و از عمق جامعه برمیخوازه. و جامعه ها عموما مثل یک جوانی که تا زمانی که به سن بلوغ و پختگی خونه رسه، اگر چیزی هم بری و بدی مشکل گرفتنی. پس ولسی جرگام واقعیت خیلی ازمی جامعه بله، است. بله، جامعه که دموکراسی به شکل آمده، یعنی خودجوش از بین مردم ما بر نخواسته، گام های در گذشته ها برداشته شده بوده. متاسفانه ای 30-35 سال جنگ همه دار و ندار و حکومت داری و ملت داری و قانون همه چیز برده، 10 سال میشه که اولین حکومت یا دولتی که به گونه موقت در یک حالت استراری دور از دیار و سرزمین ما به وسیله کشورهای خارجی ساخته شد، با هزارها نیروی نظامی که هم نیروی بشری و هم پول در اینجا آمده، در همچون یک حالتی. متاسفانه هنوز ما از همین 10 سال از همین فرصت ها استفاده بهینه نکردیم. برای وزیرا به اساس شایسته سالاری رای داده نمیشه. بله، انا حال همون واقعیت های تلخ افغانستانه که در خود پارلمان آمده، در خود پارلمان آمده، با همون روحی و دیدگاه قومیت در اونجا است. زبان هست، مسائل مذهبی هست، مسائل سمتی هسته. تا جایی که در طی همین چند روز کمپاین خودم شخصا شاهدم، بیشتر سر از این مسائل در این میورها میچرخه. تا زمان حتی حقوق و آزادی های فردی هم در لا بلای حقوق های گروهی میچرخه. پس یک وزیر باید کدام خصوصیات داشته باشه که اعظمی پارلمان را که شما گپ میزنین رای بگیره؟ خب به اساس در دده دنیا و در دولتی که مقتضیه، باید انسانهایی که به اساس صداقت، شایستگی، لیاقت، تخصص، مدیریت و توانمندی بتونم که به همون توانمندی خوب بتونم خدمات لازمه رو برای ملت و برای مردم ارائه کنه. متاسفانه از این دیدگاه به وزیر صاحبان نگاه نمیشه. هر سمت و هر قومی از همون نفرات تقریبا 6-7 ماه میشه که به سر همین کابینه کار میشه، همین وزیرای سرپرست، همون اقوام و همون جریاناتی که فعلا در قدرت سهیمم و به نام مردم مظلوم و محروم همیشه به خود امتیاز میگیرم، همون کسایی هم که وزیرای همون وزیرای که به نظر شما حال معرفی شدم به اساس همون قومی ها، به اساس سمت ها معرفی شدم. بله، به هر قومی باید چند پست
چند وزارتخانه از اینا باشه، به همون اساس آمدم و اقوامی هم که پیرامون همون وزیرا میچرخم، خواهی و نخواهی به نفع از اونا کار میکنم. ای که شایسته هست، ای که نیست، ای که چه خصوصیاتی که با این استانداردها و معیارهایی که امروز در جهان برای تعیین یک وزیر برگزیده میشه، متاسفانه نیست در جامعه ما. تشکر. خاغله بسم الله شهر ده تاسو په نظر د ولسی جرګې غړي باید کوم اساسي ټکی په پام کې ونیسي او د وزیرانو ته چور پیژندل شوی دی رای ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامای ګرم خدا بر شما، بر وکیل صاحب تقدیم میکنم، بر تمام بیننده های تلویزیون افغان نیوز همچنان. ما اصلا در افغانستان یعنی از طرف ملت مشکلات نداریم، یعنی در واقعیت ملت افغانستان مظلوم قرار گرفته شدن در هر عرصه‌ای که نگاه کنین، یعنی ملت مظلوم قرار گرفته شده و ظلم بالای ملت افغانستان است. و از قرار گفته وکیل صاحب درست میگن که ما اگر میخواییم فکر کنیم که پارلمان به خاطر چی هست، وظیفه پارلمان چی هست، وظیفه پارلمان آیا امی هست که سر قوم فکر کنن یا سر تمام ملت افغانستان فکر کنن؟ اما بدبختانه از ما سر قوم، سر مذهب، سر لسان در کشاکش هستند. شما شاهد هستین که ما تمام پارلمان دوستانی که در اونجا هستند، نمایندهای ملت افغانستان هستند، احترام درشان دارم واقعا و از خداوند میخواهیم که واقعا کار زیاد بکنن. ملت افغانستان نیازمندی کار زیاد داره و ما دیدیم که ما از روزی که ما پارلمان در افغانستان داریم، هیچ نوع پارلمان نمیبینیم که پارلمان چی کرده میتونه با ملت افغانستان و پارلمان چطور نظاره کرده میتونه فرزند دولت افغانستان ها. از شروع اگر یک لحظه ما نگاه کنیم، ببینیم که یک وزیر خارجه پارلمان افغانستان ندانست که او را بگه تو نمیتونی وزیر خارجه افغانستان باشی. اما بله، خبر هم مطرح کیگی چه ولسمشر ولی وگوختل کاغلی که روخی شراو کلا چه ولسمشر هم پاساس ده قوم پاساس ده سم ده وزیران ولسی جرگی تماریست. بله، ما در سر از این موضوع میایم، میبینیم که از هر گوشه که ما میبینیم، ما در افغانستان سردرگم قرار میگیریم، عملت افغانستان سردرگم میباشند. و امروز ما میبینیم که 7 نفر وزیرایی که از قرارش قانون اساسی میگه یک ماه یا زیادتر یا کمتر، یک سال است. اما در افغانستان ما باید تا دولتی در افغانستان ما به وجود نبیاریم که واس سرچپه عمل نکنند، یعنی سرنوشت بسازند به ملت افغانستان. اما از ما سرچپه است. هیچ نوع دولتداری ما روی نرمی از این که جهان دولتداری میکنه و یا دولتداری در افغانستان باید ضرورتی ملت افغانستان از دور نمیبینیم، چرا که سرنوشت که گم بود معنای از این نداره که ما پارلمان داریم، معنای از این نداره که ما دولتداری داریم، چرا که سرنوشت ما معلوم نیست. ما سرنوشت نیازمندی برآمد سرنوشت داریم. چرا این سرنوشت باید کی؟ سرنوشت باید دولت افغانستان، پارلمان افغانستان، یا مجبور هستند؟ چرا نمایندهای ملت افغانستان هستند و دولت حکومت است، او باید تطبیق کنه قانون بالای خود و بالای مردم افغانستان. و بالای خود که تطبیق کرده نمیتونه، بالای مردم افغانستان هرگز تطبیق کرده نمیتونه. من شکایت دارم به حیث یک رئیس حزب وفاق ملی اسلامی افغانستان، ببینید که یک دم مردم است در حدود 14 سال، اگر دولت آقای کرزی هست ما ببینیم 14 سال میگذره، در این 14 سال یکی در مردم است که از مادر به دنیا آمده باید یا وزیر باشن. ما برای آقای کرزی صاحب هستم، این طریق تلویزیون شما برشان میگم که ما اگر وزیر پیدا کرده نمیتونن، به حیث یک رئیس حزب وفاق ملی اسلامی افغانستان ما آن وزیر را براش تعیین میکنیم که دستش به خون ملت آلوده نباشه. یک مسئولیت ولسی جرگه اینجا چیست؟ ببینید وزیر آل خودسی جرگه خود در نظر نداره. ولسی جرگه خود اگر گفتی وزیرا را رأی نداد خون باقی گذاشت، نگفت که وزیران را شما رد کردین. این ببینیم که یک توهین به ملت افغانستان است، توهین به ولسی جلگه، توهین به ملت افغانستان بوده و هست. تشکر. باز برمیگن خانم کروخی، به نظر شما یعنی کم استاس و ارزوانی تخیی چه دغه وزیران چه ولسی جرگه تا معرفی شوی دی پا دی که 15 تن هغه وزیران دی چه مخ که هم ولسی جرگه تا راغلی و اورد شوی و هغه برخورد سلیقوی و که قانونی و هغه برخورد چه مخ کی وشو او که هغه قانونی و نو بیا ولی دوم زل لپاره دغه وزیران معرفی کیگی؟ ما به این فکرم وقتی که بساس همون قرارداد اجتماعی بلازی که مردم کنار هم جمع شدم و
جامعه ساختن و اجتماع ساختن، بالاخره یک مقدار از قدرت و صلاحیت خور به یک عده افراد دادم کنار به نام هیئت حاکمه در رأس قرار دادم، برای از این که اینا امنیت تامین کنم، تنظیم نظم در جامعه بیارم، قوانین اجرا کنم، قوانین بسازم که مردم در آرامش زندگی به سر ببرن. مسئولیت اولیسی جرگه چیست؟ باشیم شما، من به این میرسم. به همون اساس بعد از این حکومت ها و دولت ها خودکامه شدم، هران چه خواستم میکردم. بالاخره فلاسف ها و دانشمندان سر بلند کردن برای از اینکه جلو استبداد و خودکامگی بگیرم. افتی که خواب هم میمارم. بله، بعد از این یک نهاد مردمی از بین خود مردم و به انتخاب خود مردم آوردم، در کنار حکومتداران استاده کردم که این مردم با تمثیل، با حاکمیت اراده مردم قدرت حکومت مدارار مهار کنه. اما با کمال تأسف بیایم بپذیریم که امروز مشکلاتی در درون خود این خانه مردم هست که ناشی تمام من به عنوان یک نماینده مردم، من امروز این به صراحت میگم، تمام بدبختی کشور و مردم از این ضعف و از این تفرقه و تشدد و پراکندگی خانه مردمه. این خانه مردم بوده که آمده که جلو خودسریا و خودکامگی حکومت مردانه بگیره. اگر ما به یک قوت تبدیل شیم و واقعا بتونیم با همون نیروی ارادهی که مردم ما داره، ما این جلو خودسریا یک چرا حال نداریم؟ علتش در چیست؟ علتش پیشتر برای شما گفتم، در ضعف که ما هنوز به همون قوام و پختگی نرسیدیم. در جامعه های نماینده سالار حتمی و حتما باید قوی ترین احزاب سیاسی مقتدر در اونجا شکل بگیره. در کشورهای پیشرفته میبینیم هر حزبی که به سر قدرت میایه بیشترین اقتدار در همون خانه های ملت و در پارلمان از اونا داره که با اونا هم صدایم و به نفع اینا کار میکنم. اما جامعه که همه تو باشه احزابش چی فکر میکنین؟ خب بالاخره باید برسه. اگر متاسفانه در طی همین 10 سال در پروسه ملت سازی گام های برداشته نشده، هر آنچه کار شده در بخش نظامی و امنیتی کار شده، متاسفانه امنیت زمان تأمین میشه که مردم رضایت کامل. حالا که بایی بیایم که همی نوتن وزیر را که معرفی کردن، رای خود گرفت از پارلمان یا نه؟ تا جایی که ما همین زدبنده هایی که میبینیم اصلا پیشتر به شکل گروهی تصمیم گرفته میشه، حتی آزادی ها و حقوق فردی هم در حب ادغام میشه. تا جایی که ما همین زدبنده میبینیم یک سمت با سمت دیگه میشینه، میگم ما مثلا به وزیر صاحبی که از طرف ما نما رای میدیم، شما باید رای میدیم. اگر به همین دیدگاه همین زدبنده هایی که میشه، اگر مثلا این قوم به این نفرای از این قوم رای میده، او قوم به این نفرای این قوم میده، اگر با همین روی پیش ببریم، فکر میکنم که رای ببرم. مگر این که باز دیگه در خفا باز دیگه تصمیمی یک ده وکیل صاحب و بگیرم. تا جایی که ما در چندین جلسات ما خودم شخصا شرکت کردم، همین روحیه بیشتر حاکم بیده. تشکر. خغله بسم الله شرد. تاسو په نظر دغه وزیران چې ولسی جرګې ته معرفي شوی د شایسته سالاری پاساستی او کنه دین او خانم کروخی شرکه وی چې دوی برای واخلی، فلهذا له دغه کابینه نه چې دغه وزیران چې شایسته سالاری پر اساس نه ورغلی، ستونزه به چې وی او پایل به د ملت ته چوی. باز براتون عرض میکنیم که وقتی که تا حدی که ما میبینم و ملت افغانستان هم میره میدانن و در بین ملت افغانستان الحمدلله سم از مردم بشنیم، یکی در دولت بدون جز از انسانهای نیکی در بین هستند و مثل تحت سپرده هایی هستند، با کسی تحت سپرده باشند صرف بر از او کار کنند. ما میبینیم که امود رو یک چند در نظر میاد. حال ما در افغانستان قطر رجال نیست، از طریق همی تروبیون شما، از طریق تروبیون ها ما شنیدیم که در افغانستان قطر رجال نیست. و چطور امکان داره با کدام روی و با کدام اصول که امور وزیرهایی که در امی از امی پارلمان فرزند رد شدن باز دوباره در پارلمان معرفی میشن؟ آیا این عجیب نیست؟ آیا در افغانستان ما دیگه کسی نداریم؟ آیا در هیچ کسی نیست که غم افغانستان بخوره و بفهمه که افغان هست؟ یا تنها امی افغانستان تولد شدن در افغانستان؟ ما میفهمم که ایره باور و یقین دارم که اگر این معاملگری ها در افغانستان باشه، فکر میکنم که امی کابینه دور از انسان های نیکشان تحت سپرده خارجی ها هستن و صرف
امی مسئله پیام های خارجی را میرسانند و منافع خارجی ها را در افغانستان ما تأمین میکنند. بعد از 14 سال پولای خودم میگیرند، پاسپورت های خودم میگیرند، به هر جایی که زندگی خودم میکنند. چرا؟ تا سپرده کار خود انجام میده. بعد از او اگر افغانستان دست پنجه نرم کنه، بتونه یک دولت واقعا مردمی باشه، به با افغانستان بیارن و به خاطر خاطر شما باز از ولسی جرگه چیشت مسئولیت ولسی جرگه در این ببینید اگر ولسی جرگه واقعا بر مردم افغانستان، یعنی واقعا دور از انسان های نیکشان اگر خدمت میکردن، از وقتی وزیر خارجه را که ولسی جرگه افغانستان دستش از کار گرفته بود، باید ولسی جرگه بسته میشد. میگفت که رئیس جمهور تو هم ولسی جرگه هستی، هم رئیس جمهور هستی و هم حکومت هستی، تو میفهمی کار باند که ما مسئولیت فردای ملت افغانستان جوابگوی نباشیم، با ملت افغانستان بگویم که این دروازه را وابسته کردیم، شما نماینده های ملت ما را تعیین کرده بودین، گپ ما را حرف ما را ای رئیس جمهور نمیشنوه و بهتر است که ما در خانه های خود باشیم، پیش خدا و پیش شما جوابگوی نباشیم. چرا؟ چرا دروازه را تا بالا باز ماندن؟ باید دروازه بسته میشد. ولسی جرگه یک جای عادی نیست، نماینده های تمام ملت افغانستان است. باید ولسی جرگه را که کسی توهین کنه، با ملت افغانستان توهین میکنه. چطور امکان داره امروز پس دوباره امو وزیر سایبر روان کرد؟ بله بیشترم برتون عرض کردم، به حیث یک رئیس حزب وفاق ملی اسلامی افغانستان، یک سال است از حزب وفاق ملی اسلامی افغانستان، ما براتون هفت وزیر نه، براتون 20 وزیر میارم که در می افغانستان خدمت بر مردم افغانستان کنه، نه خدمت به پاکستان، نه خدمت به امریکا، نه خدمت به اروپا. امروز ما کسانی در افغانستان داریم که مثل شما جوان ها سرنوشت ما پایمال میشه و ملت افغانستان و خانه ملت افغانستان که پارلمان افغانستان در نظر گرفته نمیشه، مرره را پوره کنن 14 ساله. تشکر. علتش در چیست که مثلا اینقدر انتقاد ها میشه؟ بعد هم ولسی جرگه همون مسئولیتش که داره، مسئولیت نظارت از کار کرده حکومت، مسئولیت شایسته سالاری، بساط شایسته سالاری رای دادن برای وزرا، این انجام نمیشه. بیایم یک واقعیت دیگر بپذیریم، طوری که برادر من بگم امروز جریانات یا نزد های روشن فکری ما متاسفانه آن طوری که باید انسجام و تشکل بگیره نگرفته. ما ده ها حزب سیاسی داریم، ده ها حزب سیاسی در طی همین دو ده سال اینا نتونستم که چندین حزب های کوچک با هم یک جاشم و یک قدرت رو بسازم که به یک نیروی فشار تبدیل شم و به نحوی به سر حکومت فشار بیارم. بیایم این چیزا رو، حرکت های مدنی ما بسیار ضعیف بوده، نهضت های روشن فکری ما بسیار ضعیف بوده. امروز کسانی که وزیر برای رئیس جمهور معرفی میکنم از موضوع یک قدرت معرفی میکنم، نفر دارم، نیرو دارم، سلاح دارم، قدرت دارم، دولت خیناخی جلب حمایت میکنم، دولت خیناخی تسلیم از اونا میشه و همون افراد توریستم با همون مبلغ هنگفت پولی هزینه کنم و افراد بپرسم و از اولوزی که دام رای بله نه با پارلمان نفرات خود فرستادم، همال اکثریت باور کنیم پارلمان در انصار همون افراده، اونا روز آینده خورم در نظر داشتم، پیش بینی های داشتم که چرا سر افراد خاصی هزینه کنم اونا رو به پارلمان بفرستم. لطفا همین اعصاب سیاسی که حالا ادعا داره بفرمایید، بگه که چند نفر هر حزب سیاسی در پارلمان داره، در نظام های پارلمانی صدر اعظم به اساس چوکی هایی که میگیره برای خود قدرت رو میگیره. هم بیایم بپذیریم که عذاب سیاسی ما آنطوری که باید کار کنم، آنطوری که به یک قدرت تبدیل شم که امروز باید در پارلمان نفر میدیشتم با عنوانه ها میان خو که بعد از او با زبان دراز میرفتم به پیش وزیر برای به پیش رئیس صاحب جمهور، برای رئیس صاحب جمهور میگم انا اینقدر نفر داریم به پارلمان، باید از طرف ما حتما یک وزیر بدی. حال اون کسایی که وزیر میدم از موضوع قدرت و زور هم در پارلمان نفر دادم، هم در شأن خود میبینم که باید بیاییم به این واقعیت ها ما پی ببریم که رئیس جمهور خواهی نخواهی مجبوره که سر تسلیم بیاره، فرود بیاره به مقابل اینا. همه چیز دارم. تشکر. څنګه شونې ده چې مثلا دغه ستونزې هم حل شي او کابینه هم کرامنته کیږي د شایسته سالاری پر اساس رامنته چې نه د روابطو پر اساس یعنې ضوابطو ته ترجیح ورکړل شي؟ ببینید ما تا حدی که میبینیم همی پارلمان افغانستان نماینده های ملت افغانستان هست، ما به پارلمان افغانستان احترام داریم. گفتم از عذاب سیاسی ما به تمام عذاب سیاسی افغانستان احترام دارم، که ولکه ده نفرم داشته باشه. شما دیدین که در ریاست جمهوری در انتخابات چی فساد و چه قدر تقلب و چی گذشت در افغانستان ما که در تاریخ افغانستان یک تاریخ گذاشته شد، و دیدین که در پارلمان افغانستان شما دیدین که چه حال هست. و ما از شروع و دلسوزهای ما
اگر نتونستن باید به ملت افغانستان بگوین که نمیتونیم، گفت ما را کس گوش نمیکنه. آیا ما بگوییم از وکیل صاحب ما پرسان کنیم که کدام روز شما در دروازه فرزند پارلمان بسته کردین؟ نکردین. و شما خوب گناه شما نیست، شما خوب یک بتنهای کار کردن نمیتونین. یک ایده خوبی پارلمان هستن، بتنهای خود هیچ کدام کار کردن نمیتونن، اما یک کار کردن میتونن که استعفا بدن به ملت، بگویند که ملت افغانستان این پارلمان جای نیست، این پارلمان جایی هستی که ما ملت افغانستان چوب سخت میگردانیم، همیشه ملت افغانستان در میگیره، سرنوشت معلوم نیست، ما چرا در این پارلمان باشیم، چرا که سبب ما جوابگو هستیم. پیشتر برای شما عرض کردم، ببینین یک روزی امروز در افغانستان سر پارلمان سر عذاب سیاسی گپ زدن نمیشه. گفتم پیشتر که ما به پارلمان به عذاب سیاسی احترام داریم که 10 نفر خود حداقل داره، یک 10000 نفر خود داره، 1000 نفر داره، یک حداقل یک حزب سیاسی است. شما ببینید در پاکستان وقتی که مشکل اومد عذاب سیاسی خود جمع کردن، اگر نفر داشت نداشت ببخشید نمیرم براتون چیز کنم، اما در افغانستان تمام روز سر جامعه مدنی گپ زدن میشه. ما بسیاری کسا را توهین نشه با برادرای ما، ما دور از انسان های نیکشان، یکون کس چه میبینیم که حتی دو نفر فامیل نداره در افغانستان. جامعه مدنی هر روز سر صحبت میشه عذاب سیاسی. من شخصا خودم استعفای آقای کرزی صاحب 8 ماه قبل خواستم، گفتم نمیتونی آقای کرزی صاحب بحث حزب، اما اینجا مسئولیت تنها به آقای کرزی نمیگرده. مثلا وزیر که او معرفی میکنه تفکیک قوا به چی بیان، ما سه ارگان دیگه داریم، اولسی جرگه چرا برش رای میده؟ علت یه با مسئولیت احزاب اینجا چیست؟ شما ببینین امی وزیر امی خود آقای کرزی صاحب رئیس جمهور ما که هر کاری کردن نظر به اینکه دیده که پارلمان افغانستان هیچ کدام عملی را انجام نداد، جز جنگ بین خودشان بوده. اگر یک روز، اگر یا دو روز یا یک ماه یا دو ماه دروازه رو بسته میکردن، آقای کرزی صاحب تو بار میکرد که اینجا هم نماینده های ملت افغانستان است، ماش نمیگیرن، میگن که برادر تو اینی کاری که ما گفتیم نمیکنی، تو پارلمان افغانستان در نظر نداری، تنها حکومت داری خودم. ببینید ولی شما چطور ما شما میتونیم بگوییم که آقای کرزی صاحب ملامت نیست و پارلمان ملامت است، و آقای کرزی صاحب ملامت است و میبینه که پارلمان هم در مقابلش نرم گیری میکنه. خانم کروخی اشاره کردن که اینجا احزاب دیگه، نیروهای دیگه وجود داره که بسیار قوی هستن و به اساس قوت ادوا رئیس جمهور هم مجبور میسازن که نفر ادوا را معرفی کنن به حیث وزیر. ببینین باز براتون گفتم که ملت افغانستان سرنوشتش معلوم نیست، سردرگم است. گپشون را تایید میکنم، یکی از انسان‌های خوبی که در پارلمان هستن در مقابل کل چیزی کردن نمیتونن. راه حل چیست؟ راه حل امی است که پارلمان افغانستان کسانی که واقعا درست کار میکنن و ملت افغانستان دوست داره، اگر رئیس جمهور گپ قبول نمیکنه، اگر باز امی اول خود امی آمدن از امی وزیر صاحب در امی پارلمان، باید پارلمان دروازه خود بسته کنه، بگن که برادر ما همین چیزای کسایی که تو روان کردی پس ما ایران نمیپذیریم، درست است؟ یک، اگر یا پذیره رای بتن دوباره، مسئله همین گپ شماست که در بین مسئله حتما داد و گرفت و همون مسئله قومی و همین گپ هاست. اما ما میخواییم، ما به حیث یک فرد شهروند افغانستان، و ما باور دارم که هر چیز زودتر ملت افغانستان که امروز میبینین به پای ساخته شده، بالاخره دشمن ها به پای ساخته میکنن و باز ما به یک بحران بسیار یعنی بسیار بدبختی کلان دچار میشیم از خاطر ضعف حکومت داری و پارلمان ما هم توانمندی نداره که جلوی پارلمان جلوی دولت رئیس دولت بگیره. تشکر. راه حل امی است که پارلمان بسته شه، راه حل امی است که استعفا بدن، یا کدام راه حل دیگه هم وجود داره؟ اصلا اینها راه حل نیست. بیشتر اینا گفتم اشاره کردم به مشکلاتی که در انتخابات به وجود آمد. خود احزاب سیاسی، درسته که افراد یک جامعه رو به شاخه تقسیم میکنم، اما اندیشه، تفکر و دکترین از اینا رو با هم یک جا میکنم. احزاب سیاسی هم که در انتخابات نقش بسیار مهم و موثری دارم، انتخابات از حالت سطعی از او به حالت تکامل رفته و پیشتر رفته از او متولد میسازم. اگر انتخابات به طرف اشکال میره، از نحوید احزاب سیاسی پخته و قویه و مدرن امروزیه. به پارلمان، بحث پارلمان امروز، احزاب سیاسی هدف اینا چیه؟ رسیدن به قله های از قدرت. وقتی که همین احزابی که فعلا همین نیروهایی که به هر یا قومم یا جریانم یا حزبم، اونا تلاش کردم، کوشش کردم با همین امکاناتی که دارم، هم پایگاه در درون حکومت دارم، هم پایگاه در داخل قوه مقننه دارم، اونا هم تلاش میکنن که برسن به همون قله های از قدرت. پس این یک کار خلافی نکردم.
پس وظیفه دیگه احزاب سیاسی هم هست، از این که فریاد بزنیم و داد بزنیم هر حزب سیاسی 2000 یا 1000 نفر برات خودش باشه و نتونه توانمندی داشته باشه به پارلمان نماینده بفرسته، نتونه در داخل حکومت پایگاه حالا باشه. اگه بیایم که رای حل در چی، رای حل اصلا در این نیست که این بار ولسی جرگه سلیقوی برخورد نکنه و باسات شایسته سالاری برای می نفرهایی که روز کشن بیان چارچن بیان برخورد میکنه سلیقوی، چون همین گروه های پیشتر هم اشاره کردم، همین گروه های خاصی که در حکومت نفوذ دارم، در پارلمان هم وجود دارم، از همه نفوذی که دارم استفاده میکنم و نفراتی که به رئیس جمهور معرفی کردم، باور کنیم هر وزیری حامیان و پشتیبانی های بسیار سرسخت خود در داخل پارلمان داره که به دفاع از اونا کار میکنه. تشکر از شما. داوازم خبرونه تر بل خبرونه چه بیاست از درانه حضور تا حاضر یکم تا سٹول پلو یا بخون که الله سپارم الله مو ملشه.